این حکایت عبرت آموز از مثنوی معنوی رو بشنوید. یه موشی افساره یه شطوری به دستش افتاد و کشید. شطوره هم همینطوری حال میکرد، خیلی هم واسش فرقی نداشت. افتاد دنبال موش. موشه دید یه همچون موجود عظیمی رو دارم دنبال خودم میکشم، چقدر نیرومندم. به خودش مغرور شد. شطور فکرشو خوند، گفت حالا نشونت میدم. رسیدن لبه یه جوی پر آب. موش لبه آب ایستاد و خشکش زد. شطور بهش گفت این توقف چیست؟ حیرانی چرا؟ پا بنه مردانه اندر جو درا. شطور گفت چیه، چرا وایسادی؟ برو تو که پیشاهنگ و رهبر منی، مردانه پاتو بذار توی آب و رد شو. موش یکم منومن کرد و گفت آخه عمقش خیلی زیاده. شطور گفت کوسب کن ببینم چیه که میگی عمقش زیاده. بعد پاشو کرد توی آب و گفت تا زانویه که چیزی نیست، برو چیز خاصی نیست. موش که دیگه اینجا خودش متوجه خبط و غرور نابجاش شده بود گفت آخه اگه برای تو تا زانوه، برای من صد بار بالاتر از فرق سرمه، غرق و هلاکم میکنه. و اینجا شطور این حرف جانانه رو زد، گفت گستاخی مکن بار دیگر تا نسوزد جسم و جانت زین شرر. و موش گفت توبه کردم از بحر خدا، بگذران زین آب مهلک مرمرا. این حکایت با کمی تفاوت توی مقالات شمس هم اومده. توی این حکایت شطور رو معادل مردم جامعه بگیریم و موش رو معادل سیاستمدارا و مدیرای اون جامعه که مردم رو راهنمایی و رهبری میکنن. اگه زمانی مردم احساس کنن که سیاستمدارا از حکومت کردن بر اونها دچار غرور و فساد شدن و دارن از قدرتشون سوء استفاده میکنن، اون وقت مردم قدرت خودشون رو نشون میدن. در چنین اوضاعی مدیر و رهبر و سیاستمدار مجبور میشه اینطور بگه: متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. این جملات آخرین جملات محمد رضا پهلویه که سال 1357 زمانی که شاه و رهبر جامعه ایران بود گفته. اما افسوس که بعضی از سیاستمدارا دیر متوجه غرور و فسادشون میشن. امیدوارم در مفید بودن این ویدیو شما هم سهیم باشید و به حدی اونو برای دیگران هم بفرستید تا این حکایت مثنوی و مفهومش برسه به گوش سیاستمدارا و مدیرا، تا بلکه براشون تلنگر و عبرتی باشه و بدونن که نسبت به مردم در چه جایگاهی هستن. من علی کیانی فلاورجانی هستم. هر شنبه یکی از حکایت‌هایی که در سرتاسر ادبیات فارسی اومده رو توی این کانال شکوفایی با ادبیات منتشر می‌کنم و بعد از حکایت درباره حرف و مفهوم اصلی صحبت می‌کنم.